قسمت بعدی که داریم اسپلیت تونینگ هست که میتونیم یک رنگ خاصی رو با سچوریشن مشخص به هایلایت هامون یا شادوزمون اضافه کنیم. مثلا توی این عکس میتونم رنگ قرمز یا نارنجی رو با سچوریشن مثلا 10% به هایلایت هم و رنگ آبی رو با سچوریشن 8% به شادوز هم اضافه کنم. همونطور که میبینید من اگه سچوریشن آبی رو ببرم بالا میبینید قسمت های تاریک تصویرم بهشون رنگ آبی اضافه میشه. حالا من اگه جفتش رو ببرم بالا میتونید اینجا ببینید که توی قسمت بالانس میتونم مشخص کنم چقدر از تصویرم رو هایلایت در نظر میگیره و چقدر رو شادو در اصل دارم رنج در اصل دارم رنج بندی رو تغییر میدم اینجا که مشاهده میکنید. قسمت بعدی که داریم دیتیل هست که دو قسمت شارپنینگ داره و نویز ریداکشن. از قبل لایت روم یه قسمتی از تصویر رو برای شما انتخاب کرده که بتونید دقیق تر نگاه کنید دارین چه تغییراتی رو ایجاد میکنید. میتونید جابجا کنید یا با این گزینه میتونید مشخص کنید که کجا رو میخواید. توی قسمت شارپنینگ اماونت داریم، رادیوس، دیتیل و ماسکینگ. میتونید میزان شارپنینگی که انجام میدین رو مشخص کنید، ولی اول از همه بعد بیایم توی قسمت ماسکینگ. اگر روی ویندوز هستین آلت، اگر روی مک هستین آپشن. آپشن رو که نگه می‌داریم و هر چقدر به سمت 100 نزدیک میشیم می‌بینید که قسمت بیشتری از تصویرمون مشکی میشه. اگه من روی 0 باشم می‌بینید که کل تصویر سفید است، یعنی من دارم شارپنینگ رو روی کل تصویرم به صورت یکسان انجام میدم. ولی هر چقدر که به سمت 100 برم میتونید ببینید که من دارم قسمت های مشخص تری از تصویرم رو شارپ میکنم. رادیوس و دیتیل هم توی قسمت رادیوس شما بازم اگه آپشن رو بگیریم میبینید که ضخامت خط هایی که توی قسمت ماسکینگ ما انتخاب کردیم تغییر میکنه. هر چقدر به سمت 3 نزدیکتر بشیم خط ها زخیمتر و همینطور نیم نازکترین حالت رو داریم. و دیتیل هم میزان جزئیاتی است که شما میخواین اضافه کنید به تصویرتون. حالا من اگه اینجا زوم کنم میتونید ببینید که اگه شارپنینگ رو بالا ببرم چه تغییری ایجاد میشه. و اگه من شارپنینگ رو 0 داشته باشم میتونید ببینید که انگار تصویر من یکم خارج از فوکوس است و یکم تار یا بلوری است. کاری که شارپنینگ میکنه یکم باعث میشه شما ببینید که تصویرتون شارپتر هست و بیشتر توی فوکوس است. روی این تصویر هم من ماسکینگ رو انجام میدم، رادیوس. حالا میتونیم ببینیم اگه شارپنینگ هم 0 باشه تصویرمون یکم تار هست و جزئیات کاملی رو نداریم، ولی با شارپنینگ مثلا 47 میتونیم ببینیم که چه تغییری ایجاد میشه توی تصویر. بازم خب قسمت بعدی که داریم نویز ریداکشن هست. کاری که نویز ریداکشن میکنه چیه؟ ما وقتی با ISO بالا عکس برداری میکنیم یا اگه توی ادیت اکسپوژرمون رو زیاد کنیم یا مثلا شادوزمون رو میبریم بالا، با این کار داریم نور رو اضافه میکنیم ولی به مراتب همون داریم نویز تصویرمون رو هم بالا میبریم و تو اکثر موارد نویز چیز قشنگی نیست برای داشتن. کاری که نویز ریداکشن میکنه نویز ما رو کم میکنه، ولی با اضافه کردن زیاد نویز ریداکشن میتونیم ببینیم که بازم تصویر ما یکم تار و محو میشه. مثلا من اگه توی این تصویر که میبینید ISO 1600 بوده، یعنی نویز زیادی ما داریم توی تصویر، مخصوصا این نقطه ها رو که میتونید ببینید اینا نویز هست و
چون دوربینم هم کنون AD-D بوده و یه دوربین کراپ سنسوره، توانایی زیاد خوبی توی عکس های ستاره و عکس هایی که نور کمی توی تصویر هست نداره. پس اینجا مجبور میشیم نویز ریداکشن زیادی را انجام بدیم، مثلا بگیم 40-41. اتفاقی که میفته شاید ما نویزمون به مراتب خیلی کمتر بشه، ولی اتفاقی که افتاده اینه که من الان تصویرم اون شارپنس قبلی رو نداره و یکم تار میشه. پس یکی از بدیهای نویز ریداکشن میشه گفت اینه که میتونه تصویر ما رو بلوری تار کنه و اون کیفیت اولیه رو ازش بگیره. پس سوی میزان نویز ریداکشنی که انجام میدیم باید مواظب باشیم که زیاد استفاده نکنیم. تصویری مثل این که ISO 250 داشته و خیلی نور به تصویرمون اضافه نکردیم، میبینید که اینجا اکسپوژرم دست نزدم و فقط شادوزم رو تا ساعت بردم بالا، یکم وایتس و خیلی تکسچر و کلاریتی و دی ایس هم استفاده نکردیم. میتونیم اصلا نویز ریداکشن استفاده نکنیم یا میتونیم در حد مثلا 5 تا لومیننس نویز ریداکشن اضافه کنیم و تنظیمات دیگه‌ای که داره مثل دیتیل و کانتراست نویز ریداکشن هم هست که میتونید توی عکس مختلف استفاده کنید. قسمت بعدی که داره کالر هست و میبینید که از قبل خود لایت روم 25 تا نویز ریداکشن رنگی گذاشته، چون عکس من عکس خام بوده و اگه نمیذاشت چی میشد؟ میتونید ببینید که مثلا اینجایی که من حالا بیشتر زوم کنم، اینجایی که من سایه دارم مثلا اگه کالر رو به صفر ببرم میبینید که این دوندون های رنگی قرمز و بنفش و سبز به عکس من اضافه میشن. خب حالا توی این تصویر که ما مجبور شدیم نویز ریداکشن رو تا 41 مثلا ببریم بالا، حالا یا تا 38، ولی نمیخوایم که از شارپنس ستاره هامون کم بشه، باید چی کار کنیم؟ کاری که توی عکس های ستاره میشه کرد این است که ما آپشن رو نگه میداریم و ماسکینگ رو میبریم تا جایی که تقریبا میبینید ستاره هامون فقط از آسمونمون سلکت شده و قسمت های دیگه که حاوی نویز هست سلکت نشده. ما میتونیم اینجا شارپنینگ رو مثلا تا 66 ببریم بالا و اتفاقی که میفته این است که ما داریم ستاره هامون رو شارپ میکنیم، ولی با شارپنینگ کردن این قسمت ها بهشون نویز اضافه نمیشه. میدونید که شارپنینگ رو هر چقدر بالا ببریم باعث اضافه شدن نویز به تصویر هم میشه. با این کار اومدیم یکم از اون نویز ریداکشنی که باعث تار شدن تصویرمون شده از اون افکت کم کردیم و این هم کاری است که میشه تو عکاسی ستاره انجام داد تو ادیتش. مثلا توی این عکس ISO 100 بوده، میتونیم با همون 4 تا نویز ریداکشن کارمون رو پیش ببریم و کالر خاصی هم نمیخواد. توی ویدیو بعدی لنز کورکشن، ترانسفورم و افکس و کالیبریشن رو بهتون آموزش میدم.